درود بر وارثان پرچم سرنگ شیر و خورشید ایران، زنان و مردان آزادی خواه میهنم. به دومین بسته خبری امروز از کانال کیوسک خوش آمدید. سرقط اخبار این ساعت. پیام جدید استاد حوزه از زندان بر علیه نظام، وضعیت ملتهب در حوزه های علمیه. گزارشی وحشتناک از وضعیت اجاره خانه در ایران، حکومتی که رفاه را از مردم ایران گرفت. قبل از مشروع از شما همراهان عزیز می‌خوایم که همین الان روی گزینه لایک کلیک کنید و در آخر برنامه نظر خودتون رو به فارسی و انگلیسی برای ما کامنت کنید. در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به ایران فکر کنیم. پیام جدید استاد حوزه از زندان بر علیه نظام، وضعیت ملتهب در حوزه های علمیه. محمد تقی اکبرنژاد، استاد حوزه علمیه قم که به دست نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده است، در یک تماس صوتی از زندان قم از شرایط خود در بازداشت گفته است. آخوند اکبرنژاد میگوید پس از بازداشت 14 روز در سلول انفرادی بازداشتگاه امنیتی محبوس بوده و برای اخذ اعترافات اجباری تحت فشار قرار گرفته است. به گفته ی آقای اکبرنژاد، نهادهای امنیتی فشار قابل توجهی را بر خانواده‌های نیازمند جامعه وارد آوردند تا آنها را وادار به شکایت از او کنند، مبنی بر اینکه من به عنوان نماینده رهبری با آنها گفتگو کرده و آنها را گمراه ساختم. محمد تقی اکبرنژاد، استاد حوزه علمیه قم و منتقد سیاست‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، 28 بهمن ماه به دست ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده و به مکان نامعلومی منتقل شد. اسم ایدارا، سلام و درود خدا بر ملت بزرگ ایران. اکنون حدود 20 روز است که از خدمتگزاری شما محروم شدم و در جریان پیگیری ها و اظهار محبت و نگرانی هایتان قرار گرفتم. از این رو خواستم بیانی مختصر از آن چه بر فرزندتان رفته به استحضار برسانم. پس از بازداشت به زندان انفرادی امنیتی منتقل شدم و 14 روز یکی و تنها اسیر در و دیوار بودم. در این مدت بارها از من خواسته شد تا در مقابل این تماس از زندان قم می باشد تا در مقابل دوربین حاضر شده از کرده ها و گفته های خود اظهار ندامت و پشیمانی بکنم، تا بدون محاکمه رها شده و به زندگی عادی در کنار خانواده بازگردم. اما آنها از این نکته غافل بودند که من غیر از مردم ایران خانواده ای ندارم تا یکی را فدای دیگری بکنم و نیز نمی‌دانستند که من در تصمیم خود برای فداکاری برای خانواده مهربان و ستم دیده خود مصمم‌تر از این حرف ها هستم که برای رها شده از دیوارهای بلند انفرادی ننگ خیانت به خانواده را به جان بخرم. بیشک آنان دست روی دست نگذاشتند و آنگاه که از پشت کردن من نسبت به خانواده و ملتم ناامید شدند، به پرونده سازی روی آوردند. در همان چیزی که خیلی از شماها پیشتر هشدار داده بودید، اولین آنها این بود که سراغ خانواده های محروم و ستم دیده‌ای که کوشیدم تا صدای مظلومیتشان را به گوش بزرگان کشور برسانم، ناجوان مردان تحت فشار قرار گرفته بودند تا از من شکایت کنند و ادعا کنند که من به عنوان فرستاده و نماینده رهبری سراغشان رفتم و فریبشان دادم. حتی از طرف آنها علیه من شکایت جمع کردند. زمانی بر تأسف من افزود که دادیار محترم فرمانده اظهار داشت دختره که 14 ساله ای که در کنار مادر و پدر بزرگش با رهبری صحبت کرده بود اقدام به خودکشی کرده است. امیدوارم این مطلب دروغ باشد و صرفا برای ایجاد واهمه در من ساخته و پرداخته شده باشد، اما اگر راست باشد باید فاتحه جمهوری اسلامی را خواند و به تعبیر امام حسین علیه السلام گفت و علی الاسلام و السلام. این تماس از زندان قم می باشد. یعنی در این کشوری که روزی سنگ مستضعفان و محرومان بر سینه کوفته می شد، به جایی رسیده این که اگر دخترکی معصوم اشتباه بزرگ ضروریه دو سه دقیقه تر اشتباه بزرگ و نابخشودنی مرتکب شود و مستقیما با رهبری معظم سخن بگوید، چنان باید تحت فشار قرار گیرد که اقدام به خودکشی کند. وای بر کسانی که باز هم خیال می کنند انقلاب اسلامی 57 زنده است و هر آن به قله ها نزدیکتر می شود و تسلیت بر ملتی که از سر صداقت و اخلاص به روحانیت اعتماد کردند و مقدرات خود را به شما سپردند و امروز باید شاهد این سطح از سقوط و انحطاط اخلاق باشند.
پرونده سازی دیگر این بود که با نوجوانمردی کامل چشم بر زندگی شخصی من بستند و ندیدند که به این سن و سال رسیدم و علی‌رغم یک عمر کوشش هنوز هم مانند نیمی از مردم ایران مستاجرم و به سختی روزگار می‌گذرانم. به اتهام تبلیغ علیه نظام و هر کیفیت روحانیت از تمام مزایای حوزوی از قبیل شهریه و بیمه محروم شدم. البته این کافی نبود. گفته شده در روزهای گذشته تعداد زیادی از استادان حوزه و مجتهدان علمی در قم طی نامه‌ای سرگشاده به بیت رهبری خواستار آزادی فوری آخوند اکبر نژاد شدند. در این نامه که یک کانال تلگرامی محلی در قم منتشر کرده آمده که نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی با بسته کردن هرچه بیشتر فضای گفتگو کار را به جای رساندند که چنین برخوردهای سخیف و به دور از شأن لباس روحانیت با مجتهدان دینی در شهر قم صورت می‌پذیرد. آنها در نامه خود با اشاره به جو ملتهب این روزهای حوزه‌ها و خیابان‌های قم خطاب به رهبر جمهوری اسلامی گفتند که در صورت ادامه فشار و خفقان بیشتر نظام با پیامدهای ویرانگری روبرو خواهد شد. به نظر می‌رسد اختلافات و مبارزات علنی مراجع با حکومت به حد بی‌سابقه‌ای در طول 45 سال گذشته رسیده و این بار علی خامنه‌ای در برابر خود موج جدیدی از مجتهدان شهر قم را می‌بیند که تا سال گذشته جز وفاداران به او و نظامش محسوب می‌شدند. محمد تقی اکبرنژاد که سابقه برخورد قضایی با او ثبت شده است، در شبکه اجتماعی از جمله اینستاگرام سیاست‌های جمهوری اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی را مورد انتقاد قرار داده بود. اکبرنژاد از جمله در یک برنامه ویدیویی با عنوان نقد و مناقشه در گفتار، راهبرد و نگرش‌های امام خمینی به نقد بنیانگذار جمهوری اسلامی و سیاست‌های حکومت پرداخته بود که این ویدیو در شبکه‌های اجتماعی به تعداد زیاد دست به دست گشته است. او در این مناظره ضمن انتقاد از ادبیات تنش و رجزخوانی آیت الله خمینی گفت که او دنیا را بلد نبود، اگر بلد بود کشور را به این سمت نمی‌برد. محمد تقی اکبرنژاد تحمیل جنگ 8 ساله به کشور را از جمله مصادیق این سخن خود عنوان کرد. اکبرنژاد همچنین از تفاوت شعارهای روحانیون از جمله روح الله خمینی در پیش و پس از انقلاب اسلامی انتقاد کرد و گفت اگر روحانیون امروز این گفته که ما ایران را برای اسلام می‌خواهیم به همه پرسی بگذارند، بیش از 20% هم رأی نمی‌آورد. این روحانی منتقد همچنین خطاب به جمهوری اسلامی و نیروهای حامی آنها از جمله حزب الله ها از آنها انتقاد کرد و گفت شما پادگان نیستید، شما یک کشور 80 میلیونی واجب و نفقه هستید. او افزود این ملت با چه زبانی برای من و شما یا آخوند تفهیم کند که ما نمیخواهیم گوشت قربانی ملت های دیگر شویم. در همین زمینه او در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی نیز گفت 22 بهمن نماد نفی آزادی و نفی جمهوریت است. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی پیش از این نیز سابقه برخورد با روحانیون که منتقد سیاست‌های علی خامنه‌ای بودند را داشتند. در همین زمینه دادگاه ویژه روحانیت شیراز آذر ماه امسال در حکمی شهاب‌الدین حائری شیرازی روحانی منتقد و فرزند امام جمعه پیشین این شهر را به 3 سال حبس محکوم کرد. گزارشی وحشتناک از وضعیت اجاره خانه در ایران، حکومتی که رفاه را از مردم ایران گرفت. بررسی پیام‌های شهروندان در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد کرایه خانه تبدیل به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی ایرانیان شده است. بخشی از پیام‌های منتشر شده از سوی شمار زیادی از کاربران فضای مجازی به طور روزانه به مسئله اجاره بها، گرانی و تورم در این حوزه اختصاص دارد. محور مشترک عمده این پیام‌ها ناتوانی در پرداخت اجاره خانه و گرانی ماه به ماه آن به ویژه در پایتخت است. کاربری در رسانه اجتماعی اکس با اشاره به این تورم نوشت متوجه شدم فقط تا 4 ماه دیگر پول اجاره خانه دارم و اندک پولی برای خرجی ماهانه. چند قدم دیگر به سمت فروپاشی روانی دویدم. یکی دیگر از کاربران اشاره کرد ماه قبل به دلیل هزینه‌های بیماری و درمان نتوانسته است اجاره خانه خود را پرداخت کند. او در ادامه نوشت دوستی از او تقاضای 100 هزار تومان قرض برای خرید نان و سیب زمینی کرده و افسود تنها عامل این فقر، فساد و گرانی رژیم تروریست جمهوری اسلامی است.
داده های یک نظرسنجی در اواخر مهر امسال از تهرانی ها نشان داد مهمترین مسئله شهروندان پایتخت تامین مسکن است و مشکلاتی همچون سطح پایین درآمد و تورم عمومی در رده های بعدی مسائل و مشکلات شهروندان تهرانی قرار دارد. بر اساس یافته های این نظرسنجی میانگین سهم اجاره بها در سبد هزینه خانوارهای تهرانی به بیش از 50% رسیده است و ساکنان پایتخت به طور متوسط ماهانه حدود 15 میلیون تومان برای اجاره خانه می‌پردازند. بیش از 50% شرکت کنندگان در این نظرسنجی حقوق و دستمزد ماهانه خود را کمتر از 16 میلیون تومان اعلام کردند. روزنامه اعتماد شنبه 19 اسفند ماه در همین زمینه به بررسی نسبت تورم اجاره بها با تورم کلی در ایران پرداخت و نوشت جز در برخی ماه‌های ابتدای سال در 6 ماه دوم تورم اجاره از تورم عمومی ماهانه پیشی گرفته است. بر اساس این گزارش مقایسه تورم اجاره امسال با سال 1401 نشان می‌دهد مستاجران در سال 1402 سال سخت‌تری را سپری کردند. مهرداد بزرگپاش وزیر راه و شهرسازی اخیراً درباره موضوع افزایش قیمت‌ها در بازار اجاره بها گفت در انتظار قانون ساماندهی بازار اجاره مسکن است که پس از مصوبه مجلس اکنون در مرحله تایید از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد. او گفت این قانون در صورت تصویب می تواند کمک بسیاری به کنترل بازار مسکن و اجاره بها کند و یکی از ابزارهای دولت برای تعیین سقف اجاره سنواتی خواهد بود. اوایل مهر امسال روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت رشد کشوری اجاره بها در نیم سال نخست امسال رکورد 12 ساله بالاترین افزایش سالانه را ثبت کرده و به 38.5% رسیده است. بر اساس این گزارش میزان رشد اجاره بها در 6 ماه اخیر از سال 90 تا کنون بی سابقه بوده است. روز شنبه 19 اسفند ماه ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن یک سوختبر بلوچ خطاب به مسئولان استان سیستان و بلوچستان میگوید اکنون 2 ماه است مرزها بسته شده و او و خیلی های دیگر که از قشر فقیر جامعه هستند نمیتوانند اجاره خانه‌های 4 میلیون تومانی خود را بپردازند. او سود خود از فروش 2 گالن گازوئیل از طریق سوختبری را اندک می‌خواند و میگوید ماه رمضان نزدیک است اما نمی‌دانیم برای خرج و مخارج خانواده‌مان چه کنیم. کاربری هم در اکس با اشاره به ایام پیش از نوروز نوشت مردم زیر این قیمت‌های افسار گسیخته له شدند. علاوه بر اجاره خانه و پول آب و برق و گاز به زور شکمشان را سیر می‌کنند و عید و غیر عید هم برایشان یکی شده است. اعتماد در گزارش روز شنبه خود به نقل از عباس اکبرپور کارشناس بازار مسکن در مورد پیشی گرفتن نرخ اجاره بها از نرخ تورم نوشت اگر نرخ تورم اعلامی در محدوده 40% باشد نرخ اجاره بها بیشتر از این نرخ شده که علت اصلیش افزایش نرخ ارز در بازار است. به گفته او تنها در یک مورد نرخ یورو در 2 هفته اخیر با رشد 25% مواجه شده است که همین مسئله بر همه اقلام و از جمله اجاره بها تأثیر گذار بوده است. این کارشناس بازار مسکن در ادامه گفت اگر افزایش نرخ اجاره بها بیشتر از تورم هم باشد باز در این اقتصاد بیمار مالکان بهره چندانی از این نرخ نمی برند. اما اینکه آیا مستاجران برای تمدید اجاره بها از این نرخ تبعیت می‌کنند یا نه مهم است. مرداد امسال گزارش‌های منتشر شد که نشان می‌داد بسیاری از خانواده‌ها به دلیل ناتوانی در پرداخت کرایه خانه از تهران مهاجرت کرده و وسایل خانه را در کانتینرهای اجاره‌ای انبار می‌کنند. خبرگزاری ایلنا روز 19 مهر در گزارشی به ناترازی درآمد و هزینه کارگران پرداخت و نوشت که در شهرستان‌ها به طور متوسط حدود 55% دستمزد کارگران پای اجاره خانه می رود. بر اساس داده های این گزارش در پایتخت 100% دستمزد کارگران در این بخش خرج می شود. کاربری در رسانه اجتماعی اکس با اشاره به دغدغه همه‌گیر اجاره خانه نوشت ما تا حدود 20 سالگی درکی از اجاره خانه یا قیمت اقلام مورد نیاز خانه و هزینه ها نداشتیم. در اتوبوس با بچه های مدرسه همسفر شدم و دیدم کودکان 10 و 12 ساله امروزی کاملا
کاملا از قیمت خانه در منطقه خودشان با خبرند و می دانند اجاره زیاد چه بلای سرشان می آورد. با وجود انکار تورم و گرانی های افسار گسیخته در ایران از سوی مقام های جمهوری اسلامی، برخی گزارش های رسمی حاکی از تایید ناترازی عمده در میان درآمدها با هزینه های عمومی شهروندان است. بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش های مجلس، 16 مهر امسال گفته بود قیمت مسکن و اجاره بها از سال 97 تا کنون 10 برابر شده است. بر همین اساس اگر 5 سال پیش اجاره یک آپارتمان کوچک حدود 1,000,000 تومان بود، امروز یک خانواده برای اجاره همان خانه که قاعدتاً کهنه‌تر شده باید دست کم ماهی 10,000,000 تومان در هر ماه بپردازد. همراهان و یاران عزیز، به پایان این برنامه خبری تحلیلی از کانال کیوسک رسیدیم. فراموش نکنید دیدگاه شما در ارتباط با این اخبار یاری رسان تیم تحریریه کیوسک. پس با نوشتن دیدگاهتون و همچنین لایک کردن این ویدیو از تیم خبری کیوسک حمایت کنید.